یکی از معضلات اجتماعی در ایران اعتیاد می باشد. بر اساس آمارهای رسمی رژیم ایران، بیش از 2,808,000 معتاد در ایران وجود دارد. آمار کسانی که به گفته منابع رژیم تفننی مصرف می کنند، بسیار بیشتر از این رقم است. 10% معتادان را زنان تشکیل می دهند که باز هم با آمارهای واقعی فاصله دارد. اما دردناکتر این که در ایران سالانه 7500 نوزاد معتاد به دنیا می آید، یعنی روزانه بیش از 20 نوزاد معتاد. سایت تابناک 5 اسفند 96. علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر، درباره آمار معتادان گفت: دوست ندارم سیاه نمایی کنم. برای سال 90 آمار 4 میلیون مصرف کننده در کشور حقیقت داشت که اجازه انتشار ندادند. سایت حکومتی سلامت نیوز، 6 تیر ماه 95. این آمار وضعیت بسیار دردناک شیوع اعتیاد در کشور را نشان می‌دهد. نکته ابهام برانگیز این است که با توجه به نوسانات ارزی و گرانی سرسام‌آور، اما قیمت مواد مخدر در ایران گران نشده است. سعید صفاتیان از مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 31 مرداد گفت: اخیراً با وجود نوسانات ارزی، در حالی که همه انتظار داشتند قیمت مواد مخدر هم حداقل 2 برابر شود، اما این اتفاق رخ نداد. گردش مالی مواد مخدر در ایران عدد بسیار بزرگی است. سعید صفاتیان در ادامه افزود: اقتصاد مواد مخدر ستون اصلی پولشویی است و سالانه حدود 80,000 میلیارد تومان پولشویی مواد مخدر در ایران رخ می‌دهد که عدد بسیار بالایی است و شاید به اندازه بودجه چند وزارتخانه باشد. این میزان پول نزدیک به 2 برابر میزان یارانه نقدی در ایران است. این سودی است که سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در قاچاق مواد مخدر تصاحب می‌کنند و هرگز حاضر نیستند از آن دست بکشند، لذا به گسترش آن کمک می‌کنند، به طوری که از سال 1390 تا الان آمار معتادان 2 برابر شده است. با گسترش اعتیاد، آن هم با مواد مخدر ارزان، تقریباً تمام اقشار جامعه را در بر گرفته است. پدیده نادری در ایران آخوندزده رخ داده است و آن هم اعتیاد ملی پوشان ورزشی است. در هر کشوری ملی پوشان آن الگو و سرمشق جوانان هستند، اما خلافت خامنه‌ای فروپاشی جامعه ایران را هدف خودش قرار داده است. ملی پوشان معتاد، واژه‌ای که نشان از عمق فاجعه آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران است. یکی از فوتبالیست‌های سابق نیما نکیسا در این خصوص آماری ارائه داده است: 17% بازیکنان ملی 15 سال گذشته ما که در رده‌های نوجوانان، جوانان، امید به تیم ملی دعوت می‌شدند، الان معتاد هستند. فرتاگ نیوز، 2 آذر 97. این آمار بیان فاجعه ای است که در دل جامعه ایران رخ داده است. نکته قابل تأمل این که یکی از راه‌های مقابله با گسترش اعتیاد به مواد مخدر توسعه ورزش است، اما در ایران آخوندزده موضوع به کلی متفاوت است. مواد مخدر ارزان که قاچاق آن در اختیار سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است، در انبوه مشکلات اجتماعی و اقتصادی ظرف شده و تبدیل به یک هیولایی شده که تا بالاترین سطح ورزشکاران را هم بیمار و آلوده کرده است. بزرگترین جنایت این رژیم نابودی سرمایه‌های اجتماعی و انسانی این مرز و بوم است. فاجعه‌ای که در هیچ جای جهان دیده نشده است.